استاد فریبرز عطارد، آفرینش و آفریدگار، فلسفه پیدایش زمین و انسان. فلسفه آفرینش و آفریدگار. به طور خیلی عامیانه من میخواستم چیزایی که به نظر خود من آمده در این حدود 40-45 سال مطالعه و مقایسه و تحقیق، به نظر من اینجوری اومده که آفرینش و آفریدگار به این ترتیب بوده که شاید میلیون ها سال پیش، میلیارد ها سال پیش، یه مجتمعی بودن، یه کامیونیتی بوده، یه قبیله‌ای بودن، به هر حال عین ما که الان هستیم، در یه بعد دیگه، یعنی بعدی که شاید به نظر ما حتی فکرش هم نتونیم بکنیم، یعنی سخت هست برای فکر کردن در این مورد که اصلا ابعاد رو بشناسیم. به هر حال اونا مثلا در بعد ما الان در بعد، یعنی سه بعد ما میشناسیم که بعد چهارم هم اخیراً، یعنی حدود تو این قرن توسط اینشتین کشف شد به نام بعد چهارم یا تایم مثلا. بنابراین الان ما اگر حدود درباره بعد چهارم، خیلی ها اطلاعی دارن، خیلی ها ندارن، بنابراین یعنی چیز خیلی جدیدی هست و یه مقداری که سخت هست درک ابعاد که ما واقعا حس کنیم که مثلا بعد هفتم چجوری هست، چگونه هست، بعد دهم چگونه هست، و همینطور اگر ما ابعاد خیلی بالتر بریم، برفرض مثلا ابعاد پنجاهم، برفرض الان ما ابعاد سه هست، الان پنجاهم یه گروهی بودن، یه سوسایتی بوده، یه انجمنی بوده، یه شهری بوده، کشوری بوده، جهانی بوده که وجود داشته و زندگی میکردن، افرادی مثل ما برفرض که زندگی روزمره رو داشتن و به این فکر افتادن که ابزار پیدا کنن، این ما که فکر کردیم یه ابزار پیدا کنیم کمک به حال ما باشه، مثلا برای مفروضات، برای کلکولیشن، برای محاسبات، مثلا ما دو تا عدد رو که می‌خواستیم جمع کنیم یه مقدار بیشتر طول می‌کشه تا الان کامپیوتر بخواد جمعش کنه با هم. اینی که اونا هم فکر کردن، گفتن خب ما هم یه چیزی درست کنیم، ابداع کنیم، کشف کنیم که یه مقدار کمک به حال ما باشه، از نظر بنمار مثل تولز، مثل یه ابزاری استفاده کنن ازش. این بود که اینو رجوع کردن به اون قسمت تکنولوژی، چه مثل ما که برفرض الان یه انجمن، یه شرکتی داریم، یه دپارتمانی داریم به نام دپارتمان ناسا که تمام چیزهای مربوط به تکنولوژی و ابعاد و جهان، هستی، گیتی، اینا رو تمام از این طریق چیز میکنه، کهکشان ها از طریق دپارتمانی که به نام ناسا اینجا، یعنی ما تو این قسمتی که ما زندگی میکنیم، در این ابعادی که ما هستیم وجود اومده که تحقیق میکنه در مورد چیزهای مختلف و ابعاد دیگه و کرات دیگه. همینطور در اون موقع هم، در اون زمان، در اون سوسایتی که وجود داشت، رجوع کردن به اون قسمتی که میتونست این چیزهای تکنولوژی رو انجام بده و این یه نوع تسک یا کاری بهش محول کردن، گفتن ما میخوام یه ابزاری درست کنیم که بتونه به ما کمک مال ما باشه در هر موردی. اینم این بود که اون اداره و اون و اون دپارتمان که مثل ناسای ما بود به این پروژه بهشون محول شد که همچاری انجام بدن. به هر حال اونا بین خودشون مهندسینی که داشتن جمع شدن، نشستن، فکر کردن چیکار کنیم، چیکار نکنیم، به این نتیجه رسیدن که اولین کاری که باید انجام بشه و احتیاج داریم ما فضا هست، باید یه مقدار فضا ایجاد کنیم که ما یه آزمایش رو در اون انجام بدیم. و در مورد فضا خودش چه عامل مهمی بود که به عنوان آزمایشگاه ازش استفاده کنن، بگن یه آزمایشگاهی درست کنیم به نام فضا که ما بتونیم این
کشفیات و چیز انجام بدیم، یه چیزی که مثل ابزاری که کمک به حال ما باشه در این مورد به وجود بیاریم. بنابراین اولین فکر کردن پیدایش فضا بود که فضا رو چجوری انجام بدن در اون لول، در اون به اصطلاح بعد ما گفتیم برفرض بعد 40-50، بعدی که اصلا ما نمیتونیم قادر هستیم که فکرش انجام بدیم، یعنی فکر ما نمیتونه انقدر گون چیز نداره که بتونه حتی تصورش رو بکنه که بعد مثلا 50 چجوری میتونه باشه. به هر حال اون در اون زمان در اون با به اصطلاح اون مهندسان و دانشمندان اون زمان فکر کردن که چجوری ما فضا رو به وجود آوریم. گفتن که ما بیایم انرژی رو بتونیم تو اندازه‌ای که میشه جمعش کنیم، کامپرس کنیم این انرژی رو، یعنی فشرده تو اونجایی که میشه فشرده کنیم انرژی رو و توسط انفجار اون انرژی ما بتونیم فضا رو به وجود بیاریم، به اصطلاح یه حالت انفجاری به وجود بیاد و فورس کنه، فشار میاره و زمان به وجود میاد. و در ضمن در بین در جریان گفتن خب در ضمن که ما فضا رو به وجود میاریم یه مقداری از چیزایی هم که لازمه این پروژه ما هست که در حدود که انجام بدیم انجام شده باشه، اون مقدار ما بتونیم در این انرژی و در این کمپرسر، این چیز فشرده‌ای که ما داریم به وجود میاریم، اونا رو هم جذبش کنیم. مثلا چیزای ابتدایی برفرض مثل یه نوع اسیدهایی که ممکن بود در آینده که حتما هم بعدا به درد بخور بود، در این چیز مولکول یا اتم کوچیکی که درست کرده بودن، اتم که نه، یعنی مثل اتم بهت شده بود، اینا رو در گنجایش قرار بدن و خیلی چیزای عامیانه، چیزای ابتدایی رو هم علاوه بر انرژی، البته همونطور که اطلاع دارید انرژی های ما خیلی مختلف داریم و تنها چیز که از بین نمیره انرژی هست، انرژی نه از بین میره نه به وجود میاد، انرژی ثابت تبدیل میشن با هم، مثلا انرژی شیمیایی به انرژی برفرض مکانیکی، انرژی مکانیکی به انرژی نورانی و همینطور تبدیل انرژی ها هست. و هم به این خاطر اینا اومدن تمام انرژی رو به طور کامل فشرده کردن، به اندازه فشرده کردن، مثلا به اندازه یه اتم، به اندازه یه اتم به چیزی مثلا 10^-34 یه هم چیزی اندازه کوچیکی اون اتم بود، انقدر فشرده شد انرژی. و چیزای ابتدایی یعنی عاملایی که حالا بعداً صحبت میکنیم که اینا چیا بودن در این مجموعه گنجانیده شد. بعد از انفجار یعنی بالاخره بعد از چندین بار که امتحان کردن دیدن ورک، به هر حال یعنی سالها طول کشید، سالها به نظر ما میلیون ها سال طول کشید آزمایشی که انجام میدن، تو بالاخره رسیدن به اون نکته که به اون موضوعی که بالاخره تونستن فضا رو ایجاد کنن. فضایی که ایجاد شد شامل میلیون 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 کهکشان بود که از طریق بیگ بنگ که ما بهش میگیم بیگ بنگ، که البته بنگ همچه چیزی نکنه موقع نه چیزی نبود که واسطه بشه برای پخش صدا، یعنی صدایی وجود نداشت، نوری وجود نداشت در اون زمان در آن مکان، یعنی نه زمان نه مکان، یعنی در اون حالت. بعد که این منفجر شد این اتم خیلی کوچک، یعنی اون ذره مولکول خیلی 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 ذره، گفتم به اندازه یک به توان -43 و به روایت -34 اینقدر به اندازه به این کوچکی بوده اون ذره که درست کرده بودن برای انفجار. بالاخره انفجار صورت گرفت و یونیورس ها به وجود اومد، کهکشان های مختلف، که البته باز من فکر میکنم این یه مقداری اینا زیاده محاسبه کرده بودن، یعنی انقدر احتیاج نبود نیرو و این انرژی که انفجار اون به این اندازه نبود، یه مقدار شاید در کلکولیشنشون در محاسباتشون اشتباه شده بود که انقدر کهکشان به وجود اومد،
میلیون 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 میلیاردها کهکشان به وجود اومد، هر کهکشان میلیاردها 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 ستاره و پلنت و اجسام وجود وجود داره، چه این به نظر من یه مقدار زیاد از حد بود. اولین فکر میکنم اضافه اشتباه، اشتباه که نمیتونم بگم، به اصطلاح از نظر محاسبه یه مقدار زیاد از حد اینا محاسبه کرده بودن که منجر شد به اینقدر کهکشان و کهکشان های مختلف. به هر حال بعد از مطالعات زیاد چیز کردن رو کهکشان های مختلف، ریسرچ کردن، توجه داشتن و کهکشان شیری را که به احتمال دلیلی که شیری میگیم به خاطر انبساط چیز هم هستن که اینقدر هم فشرده هستن و اگر در آسمان نگاه کنید یه حالت مثل شیرمانند به وجود میاد. به هر حال کهکشان شیری رو گفتن که مثل این مناسب ترین جای برای اون لابراتوری یا اون آزمایشگاهی هست که ما بتونیم ازش استفاده کنیم. بعد رو کهکشان شیری یه مقدار مطالعه شد و خورشید ما رو، منظومه شمسی رو، بعد از مطالعات زیاد، البته مطالعاتی که من میگم از نظر ما میلیون ها سال طول کشید این جریان، ولی خب از نظر اونا شاید مثلا یک روز ما باشه یا دو روز یا یه هفته یه ماه ما باشه برفرض به این مقداری که داشتن تحقیق میکردن. بعد خورشید دیدن که بهترین مرکز ثقلی هست که میتونن داشته باشن برای پلنتا، یعنی اجرام دیگه که دورش دارن میگردن و اونا رو جذب خودش داره میکنه و از طریق اون گراویتیش یا قوه جاذبش. بین این تمام این کراتی که اطراف خورشید بود دو تا کره بود که به نظر اونا دو تا پلنت یا دو تا کره بود که به نظر اونا قابل بررسی بود، یکی بود کره زمین ما و دیگری مریخ. این دوتا از نظر فاصله با خورشید مناسب بودند، مخصوصا زمین که نه، وقت مریخ هم همینجور، نه هواش به اندازه، یعنی انقدر به خورشید نزدیک نبود که همه چی درش ذوب بشه یا بخار بشه، انقدر هم دور نبود از خورشید که همه چیز به حالت یخ پیدا جامد باشه، یه حالت متناوبی داشت. خب بین مریخ و خورشید، بین مریخ و زمین رو انتخاب کردن، گفتن که اینا بهترین آزمایشگاهی است که ما میتونیم داشته باشیم برای این خلاقیتی که ما داریم انجام میدیم، که به اصطلاح چیزی به وجود بیارن که کمک به حال باشه برای جامعه، مثل این ما که کامپیوتر رو به وجود آوردیم، اونا هم گفتن یه چیزی پیدا کنیم که کمک به حال باشه برای ما. این بود که بین زمین و مریخ، بازم دیدن مریخ باز مناسب تر بود، مریخ رو انتخاب کردن برای چیزهای اولیه. و بعد از مدتی خب مریخ، حالا تو اون مسئله زیاد نمیخوام بریم، که از جوش رو از دست داد، از مسئولش رو از دست داد و مجبور شدن که تمام آزمایشگاه و تمام تشکیلات که درست کرده بودن یا آزمایش کرده بودن منتقل کنن به زمین. زمین حالت خروشانی داشت، تمام مذاب بود، آتش فشان بود، تمام کره زمین قلیان بود، یعنی میجوشید از آتش و اینا. این بود که در درجه اول باید خنک میکردن این جریانو، بنابراین اومدن از یه مقداری از پلنت که نمیتونم بگم، از شهاب های یخ استفاده کردن، که مثلا این شهاب های یخ هر کدومشون به اندازه یک کوه یا یک بلندازه خیلی عظمت بزرگی داشت. اینا اومدن میلیون ها سال زمین رو با این شهاب های یخی بمبارون کردن، میلیون ها سال، که البته دقیقا من میتونیم این تمام رو با عدد و ارقام خدمتتون عرض میکنم که چقدر چند سال طول کشید، چند میلیون سال طول کشید تا زمین بالاخره یه مقدار خنک شد و تمام زمین رو آب گرفت، یعنی به خاطر این میلیون ها سال بمباران اون چیزهای یخی، شعبای یخی، زمین علاوه بر که خود خنک شد، در ضمن
تمام زمین آب گرفت. به هر حال خب بازم این حدودی آماده بود برای حالت آزمایشگاهی، ولی باز گفتن که این جریان به خاطری که در این انفجاری که پیدا شده بود تمام سنگ ها و شاید پلنت های خیلی کوچکتر در دور چه زمین چه دور خورشید در حال گردش بودن و امکان برخورد اونا با زمین خیلی بود، و از جمله یکی از اونها هم که برخورد کرد به زمین که ماه رو به وجود آورد، که بازم باید صحبت کنیم در مورد چرا ماه به وجود آوردن، و این واقعا دلیلی میشه بر این که یک خالقی یک متفکری در این جریان بوده، چون زمین خب زمین رو به وجود آوردن، یعنی داشتن تقریبا درستش میکردن برای که بتونن به عنوان یه آزمایشگاه ازش استفاده کنن، و خب بعدم خب تمام دیدن که یک حاله‌ای باید درش به وجود آورن بیارن که حاله به وجود بیارن که مصون باشه در مورد اون سنگ‌های آسمانی که در هر جا روان بودن و مرتب برخورد میکردن به سیارات مختلف من جمله زمین. این بود که گفتن از نظر این و در ضمن اشعه خورشید که یه مقداری از اشعه خورشید بر خطرناک بود برای اون کاری که میخواستن بکنن، گفتن اونا رو هم یه نوع فیلتر داشته باشید. اومدن اتمسفر رو به وجود آوردن از طریق تبخیر آبهایی که وجود داشت، گفتم تمام کره زمین تمام آب بود، از طریق اون و از طریق چیزهای دیگه عوامل دیگه اومدن جوی درست کردن اطراف کره زمین که هر چیزی نتونه داخل این کره بشه، و یه نوع حفاظت بود. در ضمن کره زمین حالت تعادل نداشت و یه نوع کالیبریشن، یه نوع مقایسه، یه نوع تنظیم لازم داشت، چون بعض وقتا سرعتش تند میشد، کم میشد، از مدار خارج میشد. گفتن برای خاطر باید یه نوع وسیله درست کنیم که این زمین رو به حالت ثابت نگه داره و دورش، یعنی دور چرخشش یکسان باشه، و خیلی موضوع های دیگه در ضمن یه حفاظتی هم باشه برای کره زمین از طریق سنگ های دیگه. گفتن خب یه چیزی وجود بیاره به اون حاله به نام ماه مون، که اونو از برخورد یکی از سیارهای دیگه که حدوداً میگن به اندازه مریخ بوده با یه قسمتی از کره زمین، که یه قسمت از کره زمین رو جدا میکنه و ماه به وجود میاد. و کار ماه این بوده که، یعنی وظیفه ماه این بوده که سرعت زمین رو ثابت نگه داره و از طریق نامتعادل بودنش هم باز حفظ کنه. در ضمن اگر دقت کنید کره ماه پر از این چیزایی هست که گودالایی هست که از طریق شعاب‌های مختلف تصادف کرده بهش، برخورد کرده بهش، یعنی اگر ماه نبود تمام این گودال‌ها و این تمام شعاب به زمین فرو می‌آمد. بنابراین یه حالتی شد برای دفاع، از یه سپری شد برای زمین، و در ضمن بازم دیدن لازم این زیه خورده کم هست، اومدن کره دیگه که از گاز تشکیل شده بود، گاز منجمد، اونم به عنوان مشتری قرار دادن که یکی از بزرگترین کرات منظومه شمسی هست، که بازم یه نوع سپری بود برای زمین. بنابراین زمین تقریبا آماده یه نوع فانکشنی میشد که داشتن روش آزمایش میکردن، و چون هنوز اون اشعه های خورشید هنوز مضر بود برای اون عملی که اونا انجام میخواستن بدن، اومدن آزمایش رو بردن زیر عمق دریا و از عمق دریا شروع کردن به ساختن موجوداتی که بتونن تولید مثل کنن، جاندار باشن، و تفکر اونم یکی از مقدار این بود که در هدف در واقع همون ساختن انسان بود، ولی در اون موقع هنوز این پیشرفت و این نالج رو نداشتن
که به چه طریق و به چه نحوی این کار انجام بشه. بنابراین از اون موقع شروع کردن و از طریق اسیدهایی که گفتیم قبلا از طریق بیگ بنگ با انرژی مخلوط کرده بودن و منفجر شده در تمام یونیورس آغشته شده بود و وجود داشت، از نظر اون اسیدها به نام اسید آمینه تشکیل شد و به مرور زمان که حالا زیاد من نمیخوام رو عمق چیز از نظر تفکر فکری یا علمی، یعنی نمیخوام با اون حد توضیح چیز کنیم چون خیلی عامیانه داریم صحبت میکنیم، به هر حال از طریق این اسیدها کم کم مولکول به وجود اومد و سکسلولی یا از طریق سکسلولی تونستن همدیگر رو تکسلولی شد یه سلول، سلول رو نصف شد دوباره قسمت سلول شد دو تا چهار تا هشت تا شونزه، به همین ترتیب کم کم داشت حیات به وجود میمد، یعنی حیات به وجود اومده بود از همین طریق. و به نظر من یه عده‌ای که فکر میکنن میگن که آفریدگاری وجود نداره و همه چیز طبیعی هست، طبیعی بوده، یعنی طبیعت این کار انجام داده، خب من فکر میکنم زیاد قابل چیز نباشه. بنابراین چون اون همون طبیعت، همین اسیدهایی که با هم ترکیب شدن و سلول رو به وجود آوردن، این اسیدها رو کی به وجود آورده؟ یا اگر بخورده باز برگردیم عقب، تمام این عواملی که الان به عنوان الگوریتم وجود داره که برای یونیورس، برای عالم هستی وجود داره، این یه مبدعی باید داشته باشه که این من فکر میکنم اون آفریدگار بوده. و بعدم بعد بحث میکنیم که خب اون آفریدگار رو از کجا به وجود اومده و اون آفریدگار هم یه آفریدگار دیگه ای داشته. به این ترتیب چون همه چیز در حال تکامله، حتی گفتم از اولین سلولی که به وجود اومد در ته دریا تکامل پیدا کرد، از یک بُعد به دو بُعد و سه بُعد تشکیل شد و یواش یواش همون جور که اطلاع دارید تو دانشمندان، چیزی نیست که من از خودم بگم، کم کم از طریق ماهی ها تکامل پیدا کرد تا اومد رسید به دایناسورها. به دایناسورها رسید تقریبا آزمایش های آخری رو داشتن انجام میدادن که مثلا هوایت چه نوع باید باشه، درجه حرارت چقدر باید باشه. برفرض گفتم یه نوع درسای درست کرده بودن که تو پشتشون مثل رادیاتور بود، یعنی خون میرفت تو رادیاتور، جریان پیدا میکرد خنک بشه برگرده. تمام این آزمایشگاه از نظر چشم، از نظر بینایی، از نظر چشایی، هر نوع آزمایشی که لازم بود برای یه موجود زنده رو این دایناسورا انجام دادن ظرف میلیون ها سال، حدود 150 میلیون سال اینا رو دایناسورها آزمایش میکردن. و بعد که تمام نتایج رو گرفتن، در یک آن تمامشون رو از بین بردن، گفتن بسیار خیلی خوب، این کافی هست و خیلی ممنون و این موجودات بزرگی که درست کرده بودن. این ما اوائل که کامپیوتر رو درست کرده بودن، یک کامپیوتر که الان برفرض مثل یه ماشین حساب الان شاید یه اندازه قوطی کبریت باشه، قبلا اینو که می‌خواستن بسازن به اندازه یک میدان فوتبال بود. این همین عملی که می‌خواست انجام بده، مثلا چهار عمل اصلی انجام بده، کامپکس ساخت، واقعا اندازش خیلی میدان فوتبال بود. الان اینقدر به همین ترتیب موجودیت و انسانیت هم ما بعد از اینکه آفریدگار رو ما آزمایش رو دایناسورها آزمایش کردن و تمام نتایج گرفتن، از بین بردن دایناسورها رو و شروع کردن به یه ابعاد کوچکتر و به حیث بهتری که بعداً کم کم منجر شد به آخرین آزمایشی که می‌کردن، همون شامپانزی یا میمون بود. البته من نمیگم ما از نژاد میمون هستیم، نه، ما از طریق آزمایشایی که رو میمون کرد، یعنی رو میمون کردند آفریدگار و نتایجی رو این گرفتن، بعد ما رو آفریدن، ما رو به وجود آوردن. به این خاطر و ما از نسل میمون نیستیم، ما از طریق مثال مثل اینه که کامپیوتر از تقلیدی بود از وجود ما، ما هم یه تقلیدی بودیم از وجود میمون، یه سطح بهتری از این نظر.
که به اون جرسه چه انسان به وجود آمد. البته باز این تشکیلات این حدود 13 حدود اگر بخوام راندش کنیم یعنی چیز کنیم حدود 14 بیلیون سال این جریان طول کشید از روز اولی که بیگ بنگ اتفاق افتاد و تشکیل فضا شد و فضا و تایم و ماده و این از اون موقع تا الان که من در خدمت شما هستم حدود 13.8 بیلیون years طول کشیده که از نظر ما بسیار بسیار عدد خیلی بزرگی ولی از نظر آفریدگار شاید 13 بیلیون years از نظر اونا شاید به نسبت ما مثلا باشه 20 سال برفرض 20 سال اونا باشه این همچه جریانی و آزمایش جریانی و چه نتیجه ای از به وجود آوردن ما آوردن نتیجه هایی که گرفتن از نظر تمام آزمایش هایی که ما انجام میدیم روزمره از زمانی که میکروب انواع اصلا میکروب ها رو شناختیم و در صدد چیزشون افتادیم از بین بردنشون افتادیم از اون موقع البته نه اینکه اونها هم نمیتونستن بکنن اون آفریدگار نمیتونست این کارها رو انجام بده ولی خب چیز بود آسان‌تر بود این همون گفتم دو تا عددی که ما میخواستیم با هم جمع کنیم خب بشر هم میتونست انجامش بده دو تا عدد هم جمع کنه ولی خب کامپیوتر اختراع کرد چون زودتر انجامش میداد سریعتر انجام میداد و در ضمن وقت اونها رو هم نمیگرفت اینقدر به این خاطر بود که از وجود ما به عنوان یه تورز یا به عنوان ابزار گفتم استفاده می‌کنه و اگر برفرض ایرادای گرفته میشه میگن چرا مثلا یه نفر ناقص الخلقه به دنیا میاد یکی برفرض انواع و اقسام مریضا زلزله آتش فشان تمام اینها مواردی هست که حتی آفریدگارم رو این جریان دارن ریسرچ میکنن و فکر میکنن و در ضمن میدونی آفریدگار ما هر کس که ما چیز کرده هیچ وقت راضی نیست که برف از پروداکتی که انجام داده ناقص باشه و کار نکنه و عیوبات مختلفی داشته باشه همیشه دلش میخواد در نحو احسن اون کاری که کرده عمل کنه بنابراین این مقداری که مثلا یه نفر که ناقص الخلقه به دنیا میاد این واقعا به نظر من البته نظر من از حد توانایی آفریدگار هنوز یه مقداری به اصطلاح از دستشون در رفته به قولن و دارن روش آزمایش میکنن شاید بتونن این جریان پیش نیاد برفرض یا زلزله یا کارهای دیگه برای عوامل دیگه که منجر به نابودی بشر میشه اینا رو روش داره انجام میشه کار میشه ایمپروومنت و تکامل به قول خودم و البته بازم در این مورد خیلی میشه دلایل خیلی 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 بیشتری آورد در این مورد که ما یه آفریدگاری داشتیم و اون آفریدگار هم تنها نبوده واقعا یعنی یک نفر یک شخص یا یه وجود یا یه سورس یا یه انرژی به خصوصی نبوده بیشتر از یه نفر بوده یعنی بیشتر از یه فکر بود البته یه نفر بودن این اینجا برفرمان سازمان ناسا رو داریم یه نفر اون رئیس بالاست بقیه زیر دستش کار میکنن بقیه همه دانشمند ساینتیست ولی خب باز پیروی میکنن از یه نفر که اون بالا قرار داره از نظر آفریدگار هم همینجور یه خدا داره یعنی یه آفریدگار داره بالا زیر زهن عوامل مختلف هست که البته تو دینوی مختلف به عنوان ملائکه ازش استفاده شده مثلا میگن ملائکه های از طرف دینی بخوام زیاد بخوام تشبیهش کنیم که زیاد البته من با اون چیزی نمیخوام تکیه کنم یا بحثی در مورد ولی من گفتم از نظر اونام که دینداران که اگر بخوام به این موضوع نگاه کنن دلیلش هم فرشتگان و چه افکار دوربرشون هستن و در ضمن شیطان در مورد شیطان هم که البته نیروی منفی آفرینش هست اونم میشه صحبت کرد و صحبت میکنیم در مورد شیطان که چرا شیطان به وجود اومده است.